بسم الله الرحمن الرحیم د ژوندون نړیوال راډیو تلویزیون قدر من کتونکو او ویدونکو سلام نو خې چاري سراج دین پټانی مو تاسو ته شبر لیدلو خبرونه غوري کچې ته تهران برید وکړي ایران کې بعد 250 هدفونه تر برید لاندې راشي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداري ورکړی کچې ته د امریکا لخوا د وژل شوي جنرال قاسم سلیماني په غچ اخیستنې لاس پورې کړي نو له خورا چټک او ځپونکي ګزار سره به مخامخ شي. ډونالډ ترامپ نن د یو ټویټ په ترڅ کې ایران ته خبرداری ورکړی چې د پوځي غچ اخیستنې هڅه دې نه کوي. په ټوله کې د همدې موضوع د لا وضاحت او څېړنې په موخه مو دوه قدرمنو میلمنو ته بلنه ورکړې. هر یو ښاغلی ډاکټر فضل بین الله ممتاز پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو څېړونکی او ښاغلی محمد یاسین حبیب د فلاح او ملي بیدارۍ د ګوند مشر. قدرمنو میلمنو ښه راغلاست ستړي بشي. ډاکټر صاحب ممتاز اگر بحث از شما آغاز کنیم، واکنش جدید رئیس جمهور ایالات متحده امریکا آقای ترامپ پیرامون ایران چگونه ارزیابی میکنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام به بینندگان عزیز، خدمت جناب محترم استاد حبیب، همچنین شما. ببینیم دوست عزیز ما، ایرانی ها و امریکایی ها در این مدت تقریبا 41 سال بیشتر میشن موضوعی که یک سلسله مشترکات و تناقضات در روابط خارجی ایرانی ها و امریکا دیده میشن. درست. از یک طرف اینا مشترکاتی هم در مسائل منطقوی و سیاست خارجی داشتن اینا قابل ملاحظه است، مشترکات ازی که میخوام با او همین شاره کنم. همچنان اختلافاتی هم داشتن اینا در منطقه داشتن. درست. و بنابرای با تجاربی که ما و برداشت و دیدگاهی که از سیاست ایران ها داریم در مدت زمین 41 سال گذشته، بیشتر 41 سال 42 سال میشه از جمهوری اسلامی ایران و قیادت خمینی، بعد از اینکه روابط ایران و امریکا به تدریجی انجامیده و میبینیم سیدیم بنابر ای که ایرانی ها خیلی زیرکی را که انجام دادن در تقابل امریکایی ها انجام دادن، من فکر نمی کنم که ایرانی ها و در نزدیک و به سرعت وارد یک انتقام آشکارا نظامی شود. نظامی شود ابدا. خب البته می توانم دلایلی را هم خب روی دلایلش بعدها میایم ممتازه، اما در نخست اگر بگوییم که خب شما گفتین که ایران نمی خواهد که به این زودی ها عکس العمل نشان بده که برش عواقب ناگوار داشته باشه، اما با توجه به حرفای جدید خمینی، جواد ظریف، خامنه‌ای جواد ظریف وزیر خارجه ایران و همچنان علی لاریجانی، چقدر امکانش نمیره که بازم ایران و امریکا در یک تقابل واقع شود یا ایران در جستجوی انتقام گیری باشد؟ اصلا اگر شما ببینید در مکتب چیستنی یک تشیع سیاسی است، یک تشیع مذهبی، باید بین از این تفکیک داشته باشیم. تشیع سیاسی از مدت زمان که ببینیم همیشه حرفایی که داشتن در بخصوص در ایران و بعدها کسایی که از اونا تقلید میکنن شعارات انقلابی می داشته باشن، تشیع سیاسی دائما و جنبه عملی از اونا در ایشی که دیدیم، عکس العملی که در این مدت دیدیم، باز با اون معیار با اون قیاس با اون اندازه که اینا عنوان میکنن با اون نیست. لحن خامنه ای، جواد ظریف و لاریجانی بسیار تند بود و تو معلوم میشد که ان قریب شاید در جستجوی انتقام باشه. ابدا نمیشد. بین شما ببینیم، من خدمت شما عرض کنم چند شواهد است. دیپلماتای ایرانی ها در افغانستان کشته شدن. درست هستن؟ و
همون زمان اینی حرفای آتشی نیره که ما دیدیم، حتی اون همون جمع و هشت و احضارات رو که در سرحدات افغانستان دیدیم، همه گی در فکر ازی بوده که ایرانی ها وارد خاک افغانستان میشه در زمان، ولی اینا وقت اقدام نکردن به خاطر ازی که عواقب خطرناک داشتن. بعدی ها موضوع تیاری ایرانی ها رو که امریکایی ها در آبهای خلیج سقوط دادن، اینا همه اینی شعارت آتشین وجود، حرفای آتشین وجود که انتقام میگیرن یا در اون زمان ما کنم انتقام آنی را فوری را دیدیم با ایرانیا. در این حال مشترکاتی که ایرانیا با امریکایی ها دارن، یعنی چی؟ این شاید برای بیننده و شنونده یا تجربه‌آور بوده باشد که چطور امکان داره که مشترکات برای ما هم جالب بود و من میخواستم که بعداً روی از این مسائل بیاریم که امو مسائل اختلافی ایالات متحده آمریکا و ایران چیست و مشترکات یا منافع مشترکشان چی میتونه بوده باشد. روی از این مسائل بیاریم دکتر صاحب، اما شما به این نظر هستین که ایران با توجه به وضعیت کشورش در صدد انتقام آنی نخواهد بود از ایالات متحده آمریکا و منافع ایران امیر ایجاب میکنه؟ تشکر. حبیب صاحب، شما رویارویی خب از چندین سال به این طرف آمریکا و ایران در منطقه در تقابل هستند، اما رویارویی جدید ایالات متحده آمریکا با ایران چگونه ارزیابی میکنین و به نظرتان برایند این تنش‌ها چی خواهد بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و ادای احترام و همچنان شب بخیر میگویم به شما و به همکاران محترم شما و همچنان به جناب دکتر صاحب ممتاز و سایر بیننده های عزیز تلویزیون جواندون، چه در داخل و چه در خارج. جناب حاجی پتان صاحب، یک زمانی که انقلاب سفید در ایران توسط امام خمینی صورت گرفت، البته او انقلاب در او انقلاب همه احزاب و گروه های چپی و راستی ایران رول داشتن، مثلا حزب توده، سازمان مجاهدین خلق ایران، سازمان چریکای فدایی خلق، شاخه اکثریت و شاخه اقلیت و مثلا جنبش مسلمانان مبارز و ده ها گروه های سیاسی و فرهنگی مسلح. بله بله، در ایران همه یعنی رهبری امام خمینی را به عنوان امام خمینی را به عنوان یک زعیم ملی پذیرفته بودند، درست، علی رژیم زمان مبارزه میکردند. خب خمینی با اینم یک شعار آمد، ولی بعدا دیدیم که در ایران حلقات مذهبی از یک سو و همچنان روحانیون و آخوندها دیگر طرف، خصوصا علاقات مذهبی منظور من از اونو پیروان دکتر علی شریعتی می است و همچنان روحانیون مثل پیروان مطهری و امثال از اینا، درست، اینا تقریبا مثل یک کودتا واره و اونجا راستی گروه لیبرال ها هم بودن برای برهبری مهندس میدی بازرگان، اونا هم بودن، همه با هم بودن، درست. مثلا جبهه ملی ایران که اصلا بنیانگذارش مصدق بود، دکتر مصدق، درست، بعدا او را مهندس مهدی بازرگان رهبری میکرد، دکتر یزدی و امثال از اونا اینا را رهبری میکردن. اون زمان یک یعنی امام خمینی را یک مرجع رهبریت به عنوان یک رهبر ملی یا قائد ملی اینا پذیرفته بودن. بعدا که وقتی که انقلاب صورت گرفت، قادت عبدس گرفتن، شاه سقوط کرد، آواریون شاه شاعران همه منزلی شدن، از بین رفتن و یادگیر شدن، کشته شدن یا بسشان فراش کردن و جایدادهایشان همه مصادره شد و می رقب. به مرور زمان او گروه هایی که این در انقلاب نقش داشتن، درست، اونا همه یکی پای دیگری، مثلا حزب توده ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، سازمان چریکای فدایی خلق ایران، شاقی اکثریت اقلیت، اینا همه و امثال اینا آهسته یکی پای دیگه اینا از صحنه اینا رو بیرون کردن. خب بالاخره
اونجا یک حزب به نام حزب جمهوری اسلامی را به رهبری دکتر آیت الله بیشتی به وجود آوردن که قدرت بعد از داشت، بعد از او که در یک انفجار و از بین رفت، باز رهبری را آیت الله خامنه ای گرفت، حجت الاسلام خامنه ای، آیت الله نشده بودن، حجت الاسلام خامنه ای ای به او در گرفت. وقت بعد که به مرور زمان ایران راستی جنگا صورت گرفت، سازمان مجاهدین خلق علیه ایران دست به مبارزات مسلحانه زد، خیلی ضربات منظور به این رقم بود، منظور به این بود که به مرور زمان رژیم ایران، اقتدار در ایران در اختیار یک گروه خاصه، گروهی خاص از حزب اللهیا و روحانیون، به قول از اونا روحانیون مبارز قرار گرفت. همه گروه های سیاسی رو نامنظری ساختن، همه گروه های سیاسی و نظامی و فرهنگی رو اینا از صحنه راندن و این رقم تقریبا دیگه قدرت مختص قرار گرفت به دست روحانیون و همچنان حزب اللهیا که اونا همه فقط پیروان چی بودن؟ فقیه ولایت بایستون به نام ولایت فقیه ولایت به این معتقد بودن و دیگرها را حتی شما سعی کنین کنمو رئیس جمهور وقت آقای اسمش رفسنجانی؟ نه 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 از لیبرال ها بود که بعدا باز فرار کرد رفت. خب به هر صورت همیفه حالا رویاروی تازه یا اوج تنش ها بین ایالات متحده امریکا و ایران چگونه ارزیابی میکنین؟ فکر میکنین که منجر به یک جنگ گرم شوه یا منجر به یک بالاخره جنگ شوه و که باعث خسارمند شدن بیشتر ایران شوه یا یک بله بله. حضور امریکا به ایران برسه، چگونه ارزیابی میکنین امی رویاروی جنگ؟ من جناب آجی سیپتان میخواستم به این مسئله بیایم که اون زمان در برابر امریکا همه گروه ها چپ و راست بسیط بودن برابری امام خمینی. بعد از مرگ امام خمینی امی که من عرض کردم که گروه ها منظمی شدن، آهسته آهسته یا به قول ایرانی ها یواش یواش این محبوبیت جمهوری اسلامی ایران که در اختیار آخوندها بود، در اختیار قشر مثلا حزب اللهی بود، آهسته آهسته در دل روح روان مردم رو به کاهش گذاشت. او زمان همه یک آواز مردم ایران مرگ با امریکا میگفتن، امریکای جانخوار، همه زن و مرد، همه گروه ها چپ و راست، لیبرال و غیر لیبرال، مذهبی و همه. با توجه به ظلم و استبداد این حکومت آخوندی فکر میکنم ملت ایران خسته است و ملت ایران حتی به اصطلاح امریکا را ترجیح میده نسبت به آخوندهایشان، یا یک آزادی کامل ترجیح میده، یک دگرگونی و یک انقلاب فکر کنم ترجیح میده. اما چی فکر میکنین حبیب صاحب و کشته شدن آقای سلیمانی و ای رویارویی اخیر ایران و امریکا باعث از این خواد شد که جنگ بین دو کشور بعد از خل قدرت آقای بنی صدر رئیس جمهور منتخبه که 40 میلیون ایرانی ها برش رای داده بودن و امام خمینی هم او را تایید کرده بود، او یک مسلمان لیبرال بود. بعد از این خل قدرت او که او را متواری ساختن، محبوبیت رژیم جمهوری اسلامی ایران در بین مردم ایران کاهش پیدا کرد تا او زمانی که وحدت بود در بین همه اقشار، در برابر امریکا همه مردم ایران یک پارچه قدراس ایستاده بودن. ولی حالا دیگه به گمان من خصوصا دهی سالها یا دهی ماها دهی اواخر بیخی دیگه راستی هم نفرت انزجار در بین مردم ایران نسبت به رژیم موجوده بیشتر شده، از گسترش پیدا کرده. وقتی که یک ملتی که وحدت ملی خود را دست بتن در بینشان، این مثل افغانستان انشقاق و نفاق و بدبینی و کینتوزی و انصار طلبی که فقط انصار قدرت ایران در دست آخونده و همچنان یک قشن مذهبی ها بودن حزب اللهی ها دیگه، ما فکر نکنم امروز با شما خیلی دیدین چند پیش در هر سال قیام ها توسط مردم در ایران برامرتد، شهرهای ایران در اکثر از مناطق ایران مردم به ضد رژیم قیام میکنن، باز بیرحمانه سرکوب میشن. من گمان نکنم که
و قول جناب دکتر صاحب ممتاز که فعلا ایرانی ها تا به توان مقاومت در برابر امریکا را داشته باشه، امریکا هم تنها نیست، متحدینش هست، کشورهای نیرومند با امریکا متحد هستند، در قبال مثلا انگلستان است، آلمان است، فرانسه است، ده ها کشورهای دیگه هستند. من گمان نکنم که اینا بتانند در برابر امریکا یعنی استادگی بکنن یا دست به عملات بزنن که او دیگه به قول از اونا اگر بتانن که منافع امریکا در بعض از مملکت ها هدف قرار بتن شاید برشان مقدور نباشه. سلامت باشید. ممکنه بازم از شما میپرسم چقدر آقای سلیمانی سزاوار مرگ بود به نظرتان؟ ایالات متحده امریکا یا رئیس جمهور ایالات متحده امریکا آقای ترامپ گفت که توریست درجه یک دنیا را ما از بین برده، و همچنان نظام ایران یا دولت ایران امریکا را تروریست خطاب میکنه و میگه که این عمل یک عمل تروریستی بود، و تعداد از واکنش ها را ما در داخل افغانستان هم داشتیم که بعضها نکوهش کرده بود و بعضها استقبال. خب به نظرتان آقای سلیمانی در این منطقه چی برنامه‌ای داشت و چی اعمال را انجام میداد و چقدر فکر میکنین سزاوار چنین یک جزایی بوده؟ قاسم سلیمانی مسئول بیرون مرزی سپاه پاسداری بخش قدس بود. مثلا نه قدس هم چیزی که گوشتاد مسئول برنامه از احمد شیعی بود دیگه همه دوسیه ها، یعنی دوسیه های بیرون مرزی ایران همه گشت در دست قاسم سلیمانی بود. بله. یکی تا جای درست است یا نیست این مطلب بعدی است، حتی به این گفته میشد که شخصی دوم بعد از خامنه ای است، کسی جانشینی خامنه ای است ای بودم. ولی جای شک نیست که قاسم سلیمانی از در سوریه نقش بسیار برزنده را به نفع بشار اسد ایفا کرد در تاسیس و همچنان تقویه و تجهیز حزب الله در لبنان نقش برزنده را ادا کرده، در این مدت همچنان شورش هایی که در یمن صورت گرفته در اونجا حوثی ها همچنان مسئول تجهیز و تمویل تجهیز زیر ما داشته، و در عراق همچنان اینا داشت، در افغانستان همچنان قاسم سلیمانی بوده. خلاصه شیره کسی برتان بگویم که قاسم سلیمانی نقش جنرال اختر عبدالرحمن اختر در رئیس ایسای پاکستان در وقت ضیاءالحق بوده از اینکه با نقش ازی از او کدام برازنده تر بوده مسائل بیرون مرزی بر کشور خودش. دکتر صاحب میخوایم طور بپرسم که خب بدون شک برای نظام و دولت و حکومت ایران شاید شخص موثر بوده، اما در کشورهایی که این مداخله داشت و داشت سربازگیری میکرد به خاطر تأمین منافع ایران، این اعمالش چقدر به نفع از اون کشورها یا به نفع از اون ملت ها یا به ضرر از اون ملت هایی بود که مداخله داشت؟ شما یادآور شدیم که در افغانستان، در لیبیا، در عراق، در سوریه، در لبنان چی فکر میکنید؟ بحرین. خب شما سالهای سال در کشورهای عربی دیپلمات بودین و طبعا از سیاست های ایران میفهمین، امین ماموریت آقای سلیمانی را به خیر از این کشورها یا ملت ها میدانین یا به ضررش؟ ببینید دوست عزیز، من من حیث یک شهروند یا من حیث یک فرد از افغانستان برای ما خیلی حال برای ما ایست که مصلحت و منافع کشور ما مهم است. بله. درست؟ آیا که ما امروز بیادی از احمدشاه عبدالی میکنیم، از قهرمانی های احمدشاه عبدالی میکردیم، وقتی که میدیدی که کوچکترین نقصی در قلمرو
افغانستان می آمد می آمد خواب نمی بود تا کجا تا دیلی کلشتر کشی می کشی جایی بوده بود که امروز ما شما از قهرمانه از او رزی ما ستایش میکنیم و افتخار بخش از تاریخ ماست بخش از تاریخ ماست افتخار میکنیم بس ایستان اینا در مورد قاسم سلیمانی این قسمت از که اینا مخلص و وفادار و بسیار شخصیت مهمی در نظام خود با کشور خود ماهو بوده او را من خلاص کردم اینا مثلا بعدی اما با توجه به اعمال و مظالم حکومت بشار در سوریه با توجه به سیاست های ایران در عراق در لبنان و در افغانستان که تازه از چند سال به این طرف گفته میشه که به سرکردگی آقای سلیمانی به اصطلاح ده ها هزار افغان یا هزارها افغان از افغانستان جذب میشد و از مجبوریتشان یا از احساسات مذهبیشان استفاده میشد و در جنگ عراق و سوریه به خاطر تامین منافع ایران استخدام میشد که شاید صدهایشان کشتام شده باشه و هزارهایش و گفته شما خب برصورت یعنی با توجه به این اعمالش چقدر میتونیم که این آقا را به نفع از این منطقه بدانیم یا به نفع از این کشورهایی که این مداخله داشت یا ماموریت داشت؟ خب خدمت شما عرض کنم در مورد بس یکی مثلا بس میکنم شما ببینید یکی از افراد که تربیت یافته یا یکی از افرادی رو که قاسم سلیمانی برگزیده بود در افغانستان به نام سردار ناصری میگفت در مزار کشته شد ببینید چی میگه پتان صاحب در امو روزی که از او درخواست میکنه که باید اونو از افغانستان بیرون شه وقتی طالبان مسلط میشن به مزار مسلط میشه سردار ناصری در جواب از او میگه که من چطور میتونم که چرا مزار شریف و مزار ترک کنم و صدها هزار شیعه در یه ذبح شود توسط طالبان امو روز که بعدش چند ساعت بعدش چی میشه کشته میشه درست این مصلحت کار از اونا ایست اما بس اینجا میمانه در کشورها مثلا سوریه و مثلا شما ببینین سوریه رو ببینین که اون بهار عربی که آغاز شد از تونس آغاز شد تا یکی که به سوریه رسید به سوریه و به یمن رسید و اونجا رسید تا این لحظه را نظام ایران، جمهوری اسلامی ایران از بهار عربی پشتیبانی میکرد پشتیبانی میکرد و خیلی رو تقریب میکرد و تشتیب میکرد و از همه در عقب قضیه بود زمان این بهار عربی که به سوریه رسید به شک نیست همیشه از حافظ الاسد پدر بشار اسد گرفته تا حال خود بشار اسد چند موضوع اختلافات، تعارضاتی، چیزی، تناقضاتی که وجود داره که به چی اساس مثلا نظام ایران خواست قاسم سلیمانی در اونجه ازداد نقش برزنده داشته بقای بشار اسد یک نظامی حافظ الاسد یک نظامی بعثی از نگاه عقیدتی یک انسان مفسد، ملحد یک انسانی که اصلا به تی نظر تمایل زیادتر به کمونیستی داشتن به زمان جامعه داشتن بسیار معرف معقدش مشهور است استاد تاروش دارد فلسفی حزب بحث میکنه حزب بحث هم درست بحثی بود دیگه چون به اون شک نبود به خاطر ذبح مسلمان ها در سوریه صدها هزار انسان از نظام کمونیستی نجیب و حافظ الامین کردن حتی این منحوسته رو پستر بود خود حافظ الاسد و بشار اسد و در مورد ای که نه از نگاه عقیدتی نه از نگاه انسانی ما میتونیم که ایدئولوژی کدام ببینیم که چی باعث میشد به جمهوری اسلامی ایران که قاسم سلیمانی در اونجا ماموریت داشته و به خاطر تثبیت نظام سوریه نظام سوریه چی رو که گرفت از ایران اخو روان کرد و حزب الله روان کرد حتی افغان ها 20,000 نفر اینا به اونجا فرستادن روان کردن درست نه صرف یک موضوع در اونجا وجود داشته که موضوعاتی که شعارهای دیگه رو بگذارم یک موضوع بخاطر از این که بشار اسد از طایفه علوی یکی از شاخه های تشیع
هستن، یعنی اقلیت 10% اینا تشکیل نمیده، 10% 50% میشه که سر سینه گرده و گسینه مردم مسلمان بیچاره حاکم است. در اونجا این ظالم اینا دکتر صاحب سلامت مسئله بعدی. خب یعنی میتونیم گفته که آقای سلیمانی سزاوار چنین یک جزایی بوده مثلا دو بخاطر که دو در این منطقه یا در این کشورهایی که این مداخلات داشته، خب با توجه به منافع ایران ولی مظالم زیاد را روا داشته سر مسلمانای از این کشورها. اینا در این جسم منافع این خواهد که یک کسی بوده که منافع کشور خدا منافع خدا و کشور خدا میده، اما مثلا مثلا میمونه در قسمت سزاوار موضوع سزاوار موضوعی است که سزاوار از طرف کی سزاوار از طرف کی. ما شما اول پیشتر گفتیم مثلا اجازه بدیم که بسیار نقطه مهم است مشترکات است. همین آقای سلیمانی ایران دست به دست دادن به خاطر سقوط نظام طالبان امریکایا رفسنجانی به حرف واحد گفته گفت امریکایا باید ممنون احسان ما باشن، احسان ما را فراموش نکنه. اگر جمهوری اسلامی ایران نمی بود نظام طالبان را امریکایا سقوط داده نمی تونه. یک امریکایا و ایران با هم قاسم مشترک داشتن در سقوط نظام صدام. اجازه بدید کلانترین خدمت را که انجام داده امریکا برای ایران این تانیست که یک نظامی که مخالف نظام ایران بود در جنگ بود و از نگاه مذهبی که سنی ها اهل تسلیم در عراق وجود چی بودن که یک نظام صدام حسین است سرنگون ساختند، اردیشان در این وجه مشترک داشتن، اتفاق نظر در این مورد داشتن. اتفاق نظر موضوعی که است موضوعی که به هم زنجیری پیچیده است معذرت میخوام در سوریه داشتن. اشتراکاتی اینا که مشترکاتی داشتن امریکا و ایران همش موضوع داعش میگفتن، القاعده میگفتن، حتی افراطی هایی که میگفتن قشنگ که در مقابل نظام فاسق و فاجر ایران بشار اسد قیام کرده بودن، هم امریکا هم ایران اونا را سرکوب کردن. اینا مشترکات زن بنابراین چیزی که ما برمیگردن ضرور نیست که ما در این موضوع تشکر ببینیم در رای حل ها دوباره برطور برمیگردم. حبیب صاحب آقای ترامپ ایران به اصطلاح اخطار داده که اگر دست به واکنش نظامی بزنه یا در صدد انتقام گیری باشه 52 هدف ایران سرکوب خواهد کرد و تحت حمله قرار خواهد داد. بر نظرتان این 52 موقعیت یا 52 مرکز یا 52 هدف کجاها میتونه بوده باشه و فکر میکنیم با توجه به اخطار اخیر ترامپ ایرانی ها دست به مسائل و موارد بزنه که باعث اساسیت امریکا شوه؟ امروز تازه دو راکت به پایگاه به نزدیک پایگاه ایالات متحده امریکا در عراق اصابت کرده و همچنان 3-4 راکت دیگه به جای متعدد و مختلف دیگه در عراق اصابت کرده و گفته میشه که از طرف امو ملیشایی که تحت حمایت ایران قرار داره صورت گرفته باشه. نظر شما چیست پیرو؟ ببینید جناب حاجی سپتان، امیدوارم که خدا نکنه که در بین امریکا و ایران یک تنش نظامی ایجاد شوه، درگیری های نظامی ایجاد شوه، به خاطر از اینکه اینم قسمه که خب ایرانی ها هم در بعض جا مراکز سیاسی و فرهنگی و نظامی دارن، استخباراتی دارن، مثلا در عراق دارن، در سوریه دارن، در لبنان دارن، در یمن دارن، مثلا این در افغانستان دارن، با کمال تعصب باید بگویم که نه دارن، مثلا در بعضی جاها کشورهای عربی هم دارن که همه موازیشان برای امریکایی ها سیاهی استخبارات امریکا معلوم است، مشخص است و می رقم و همین قسم امریکا که ما شما بیشتر می بینیم که در کشور ما شما که امریکا به اصطلاح یک متحد راهبردی کشور ما شما هست، از این هیچ کس نمیتونن
چشم پوشی بکنم. خدا کنه که اینمی درگیری بین از اینا، اینمی جنگای نیابتی در بینشان صورت نگیره. اگر خدا اینا خواسته صورت بگیره در اینجا، خب جنگ نیابتی قربانی وجود داره، جنگ نیابتی بین این دو کشور وجود داره، اما جنگ مستقیم اگر صورت بگیره تاثیراتش بالای وضعیت افغانستان چی خواهد بود یا بالای از این منطقه چقدر میتونه ما آسیب پذیرش؟ ما جناب حاجی سپتان یک چیزه که رئیس جمهور افغانستان آقای دکتر سبغنی میره یاد کرد، گفت ما با هیچ کس اجازه نمیتیم که از خاک افغانستان، خب یک قدرت دارن یا ندارن؟ ولی با وزیر خارجه ایالات متحده به همه که ما به اصطلاح این اجازه را نمیتیم. و چیز دیگه که بیاین صادقانه میره گفت بی طرفانه که دکتر عبدالله یک موضع گیری کرد که ما دیدیم در صفحات مجازی بسیار زیاد افراد یا ناصر افراطی و تن رو نابخرد عرفای هم گفتن. اصلا این صحبت های دکتر عبدالله که گفت که برای مردم ایران مرگ قاسم سلیمانی را تسلیت گفت داد برای مردم ایران، و همچنان بازگو که ما با چیز هم با امریکا هم مناسبات استراتژیک داریم. یعنی من عدم مریض که فعلا دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله فعلا ای که قانونی هستن یا نیستن، فعلا دو زعیم سیاسی دولتی مملکت ما هستن، کوشش کنن که همه تا موزیگیری های خوب درست آرام نرم محتاطانه را اینا در پیش بگیرن، به خاطر که امروز ما و شما در یک شرایطی هستیم که مسئله سال روی دست است. خب با کمال تأسف باید بگویم جناب آقای سپتان میگم که امروز مسئله سال در پیش است، روی دست است، که ملت ما به اینمی نتیجه اینمی سال روند سال چشم دوختن بدون شک، ولی اما متاسفانه در نمت یک شرایط اساس این موضوع چیز به وقوع پیوسته که خدا نکنه که موضوع روند صلح ما را زیر شعاع قرار بدن. همین اظهار نظر یا واکنش آقای عبدالله رئیس اجرای کشور هم بعضی از مردم افغانستان به اصطلاح جانبدارانه تفسیر کرده و گفته که تمایل داشته به طرف ایران، این که نمیفهم از طرف یارا و همسنگرا و دوستا و رفیقای کمپاینیش دکته شده یا چیگونه. ولی برصورت همین تسلیت گفتن به مردم ایران، به دولت ایران و نمیفهم که گفتن این مسائل که آقای سلیمانی در قسمت محو داعش در سوریه و عراق موثریت خود داشت، این چقدر میتونه که روابط کابل و واشنگتن خدشه‌دار بود؟ ببینید یک چیز اگر به یادتان باشه، یک وقت یک حرفی بود که میگفتن سردار داوود خان مرحوم، شهید سردار داوود خان، خود شهید که اگر بگویم یا نگویم، به خاطر که بسیار شخصیت ها را به شهرت رساندن، بهترین فرزندانی وطن مثل چیز موسی چیز میمنوال انجینر سید بن رحمان، من منظور من بیا خیر، ولی من میگم یک چیز دیگه، خب یک چیز دیگه هم من میخواستم بگویم، خب یک چیز دیگه من میخواستم بگویم که یک حرف داشت، یک جمله داشت که میگفت که ما با گوگرد روسی سگرت آمریکایی را در میتیم، یعنی ایجاد میکنه در نمت یک بوهی از زمان، یک شرحلت اساسی از زمان، برهی اساسی از زمان، زعمای ما اینمی موازنه را بین امسایه های ما که امروز در مسائل امنیت ما، صلح ما، مثلا ایران، پاکستان خیلی نقش دارن، روسا نقش دارن، چینایا نقش دارن، همین قسم با امریکایی ها، انگلیس ها، من منظور می ایستم میتونست مثل رئیس جمهور غنی واره یک موقف بی‌طرفانه را اختیار میکرد، مثلا میگفت که هیچ کس اجازه نمیتیم که از خاک ما کسی را تهدید کنه و امسایه خود اطمینان میتیم که از خاک ما تهدید نمیشین. بیبی یک چیزه اینه که این گپ که میگن مثل که پیشن ما اشاره کردم که اگر خدا کنه همی اختیارات را داشته باشن، همی توانمندی را داشته باشن، که با شما معلوم هست دیگر چرا حرف ناق لاف بزنیم، چرا ناق ولی خوب است که ما مناسبات خوده، حتی اگر یادتان باشم همیشه طریق همی استیدیوی تلویزیون خوب ارزشمند کشور ما که عبارت جواندون است، ما گفتیم که ما باید با پاکستان، با ملت پاکستان، با خلقهای مسلمان پاکستان مراودی خوب داشته باشیم،
عبدالله برای ملت ایران گفته. امروز ملت ایران برادرای ماستن، ملت پاکستان برادرای ماستن، برای دولتش نگفته، برای ملت ایران گفته. حبیب سر، حالا ده ها بلکه صد ها مرد قهرمان و دلیر که به خاطر منافع و مصالح افغانستان جام شهادت نوشیدن و شهادت رسیدن. بله. پیرامون اینم تو قوماندان ها و نمیفهم قهرمان ها، این کشورهای همسایه ما کدام تسلیت نه دارد. نه ابدا نگفتن. نه ما هم میره اطلاعه هست. ما یک چیز میگم، کشورهای همسایه اگر پاکستان است، اگر ایران است، مثل ما و شما رو محتاج نیستن، مثل ما و شما رو بحران زده نیستن، مثل ما و شما. بله یک واقعیت ها رو بگویم، ولی چرا ما چیز کنیم؟ ولی من بازم میگم خوب است که زعمای ما در قبال نمت یک موزی گیری های امریکا و ایران بسیار موازنه رو حفظ کنن. خب با عقیده من نیستم. تعدادشان باز سخت خب این حمله امریکا یا این کار امریکا را نکوهش کرده و احساساتی بودن. و من میفهم که من یک چیز دیگه میگم، من یک چیز دیگه ایران، من یک چیز دیگه میگم، من در قسمت اول خود در قسمت ایران نمیگم، اول میگم در قسمت ایران. من یک نظر دارم نسبت به مسئول یک حزب ایران، زعما ایران، روحانیون ایران، رهبرای ایران، به جای ازی که در فکر ایجاد یک امپراتوری مثل عثمانی ترکیه شون که خواب است و خیال است و محال است و جنون، خوب است که خود ایران موجوده را ملت خود حفظ کنن، ملت خود راضی بسازن، ملت خود آرام بسازن، نظم و دسپلین کشور خود در همه عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و و غیره غیره می رفت کنند، به جای ازی که در عراق دستاندازی کنند، در سوریه دستاندازی کنند، در لبنان دستاندازی کنند، در افغانستان دستاندازی کنند. این ما چون ملت ایران ملت برادر ماست، من دلم به حال ملت ایران می سوزم، یک قسم دلم به حال ملت پاکستان می سوزم. خوب است که اینا هم چیز بکنن و ملت افغانستان، ایران، پاکستان مثل برادر با هم در کنار هم دیگر زندگی بکنن. تشکر، سلامت باشه. دکتر سیبومتوس، کوتا میش از شما بشنیم رای هر چیز، ما افغان ها چی باید کنیم و همچنان چگونه اگر روابط بین افغانستان و ایران، بین افغانستان و امریکا به نفع مردم افغانستان یا دولت افغانستان میتونه بوده باشه. دیروز جالبی بود که من یک پست یکی از ادبای ایرانی را دیدم که نوشته کرده بود که ما ترس و حراس ماضی است که قبل از ما امی تعداد از افغان ها در مقابل امریکا و پا نخیزن از ما کده یا بیوار و ورخطاستن، یعنی یک قسم کنایه گفته بود و طنز گفته بود و تانه داده بود که نمیفهم از ما کده سر مرگ سلیمانی تعداد از مردم افغانستان یا سیاسیون افغانستان زیاد قهر هستن. باز گفته بود که شما بجای از اینکه غم ایران رو بخورین، اما وضعیت خود سر و سامان بتین و وضعیت خود توجه داشته باشین. یعنی در کل برای بزرگای ما، برای سیاسون ما، برای دولت ما چگونه یک موقف گیری ضرور است که به نفع و صلاح افغانستان باشه؟ ببینید دوست عزیز، وقتی ما میتونیم در این مورد تصمیم گیری کرده و داشته باشیم، تصمیم بگیریم که ما مالک و فضا و زمین خود باشیم، مالک فضای خود باشیم، در حالت فعلی که قرار داریم فعلا، وقتی که رئیس جمهور افغانستان، رئیس جمهور سابق افغانستان آقای حامد کرزی میخواست سفر کنه به ایران با دعوت از اونا، دعوت داشته باشد، امریکایی ها مانی سفر شد. آیا شما ببینین که ما در جایگاه قرار داریم که ما حرف اول در رابطه با مسئله موضوع ایران و افغانستان صحبت کنیم؟ چی از محبین ایران باشه، چی از مبغضین ایران بوده باشه، بس بوده باشه، وقتی که رئیس جمهور ما نتانه اجازه بده وقتی رئیس جمهور ما میخیزه میگه که ما هیچ کس را اجازه نمیتیم که از کشور ما یا از خاک ما کشور دیگر تهدید بکنه، رئیس اجرایی ما میخیزه تقریبا با وجود از اینکه گفته که ایالات متحده آمریکا شریک استراتژیک ماست، ما پیمان امنیتی و استراتژیک با ایالات متحده آمریکا داریم، اما ایران هم کشور دوست و همسایه ماست که ما فرهنگ مشترک داریم و ما منافع مشترک داریم و ما
کشورهای دوست اسلامی همسایه هستیم با هم و تسلیت میگه مرگ سلیمانی را برای ملت و برای دولت ایران، یعنی که نسبت به امریکا به طرف ایران تمایلات بیشتر دارد. بازم ما میگیم که ما اختیار خود نداریم، اختیار ما در دست امریکاست، ما هیچ کاری نیستیم و هیچ کار را کرده نمیتونیم. یک ضرب مثلا اوکی چقدر عادلانه است؟ اجازه بتین مثلا است که یک ضرب مثلا بسیار عامیانه داریم و مشهور است، میگن کلمانه نکدو خواب سر اردود نه میگرسی مثلا امریکا نه ایران یک بس است که هم از اینا در افغانستان هیچ کس نه به خاطر فرهنگ مشترک، نه عقیده مشترک، نه دموکراسی، نه حقوق بشر یا تشریف آوردن. کسایی که فکر میکنن، کسایی که دوستای بین المللی ما میگن یا دوستای منطقوی ما میگن، اینا از کمتر از احمق نیستن. به خاطر اینکه چشم ما را اینمی کلمه دوست تا به حال اهلی ساختن. ما شرایط امیر ایجاب بسن، چی بگویم؟ ما دنیا دشمن بگویم؟ زور ما میرسن؟ ما دشمن رو فضازن فایده دارن؟ فیل حال در افغانستان ما غرق جنگ نیابتی و استخباراتی هستیم، از طرف استخبارات ایران و استخبارات امریکا، از پاکستان، از جهات دیگه منطقه کل این جهات، حتی تشکر اجازه بدید، حتی اسرائیل. سپاس. آن وقت شما صحبت بود، ما بهتون موجود بعدی که تونیم. آیا شما وقتی که از رئیس جمهور افغانستان شنیدین که گفته ما از خاک افغانستان اجازه نمیتیم که کسی عمله کنه در ویژا، آیا از رئیس جمهوری پرسان هم شوا که شما مالک سفر خود هستیم که یک دفعه تا ایران بونید یا تا پاکستان بونید اجازه بدین؟ اجازه موضوع دیگه، کسای دیگه که در ارتباط مثلا چی دارید دارین؟ چی دارید دارین؟ رئیس جمهور افغانستان بدون اجازه کسی به کشور سفر کرده میتونه؟ در این اونست که حامد کرزی خودش به حق بود ارنگ گفت نه خودش حقیقتا گفت که من برید رئیس دفتر رئیس جمهور وقتی که وزیر دفاع امریکا آمد در اونجا پیش از اینکه خبر بوده باشن، خبر باشه ارد داخل ارد شد، در اون اسنا که در بود رئیس دفتر رئیس جمهور در داخل تشناب بود، 3 ساعت در تشناب من اجازه بود. اگر مثلا قراری باشه که امکار امریکا باشه، امکار امریکا باشه در سال 2009 یا سال 2008 و 7 به این طرف یا سال 2009 به این طرف رئیس جمهور اسبق آقای کرزی مخالف سیاست‌های امریکا در افغانستان بود و منتقد ایالات متحده امریکا در افغانستان. اما چرا 4-5 سال دوم حکومت کرد؟ اگر تمام کار امریکا می بود، اجازه بده تکمیل کنیم. کاروان عضو کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان یا حزب کمونیست افغانستان در کتاب خود چی نوشته کرده؟ گفت که ما در کمیته مرکزی که وجد اجلاس داشتیم با دکتر نجیب و اون زمان گفتیم دکتر نجیب امروز حرفایی که در مقابل رفیقای روسی میزنی، اتحاد شوروی میزنی، اونا رو رنجیده میرنجن. گفت نه کاروال صاحب محترم، خود رفیق گورباچوف هدایت دادن که ما باید این حرفا رو بزنیم تا زمین سازی کنیم. خب یعنی آقای کرزی را که کسی سیاست دورنگا بازی میکنه و همچنان یارا و رفیقایش که در گرد پیششه. مسئله دیگه است. تشکر. نه موضوع دیگه مانده که با جانبداری نشون دهیم. تشکر. موضوع را که کسایی که تسلیت موضوع تسلیت است و طرفداری ایران که از اینجا عنوان کردن در قسمت ازی که اظهار کردن در قسمت قومی استادی حزن و غمگیری و موسوی بعضی تهدیدات در قسمت خاصی ترور سلیمانی بگیم باور داشته باشه. من به این باور هستم که تا زمانی که دو تا مشاور چشم سبزی امریکایی در وزیر اکبر خان وجود داشته باشه، هیچ کس قدرت و جرأت عزیز نداره که در مقابل بادار خود و بیادبی کنه. تشکر. در تاریخ معاصر افغانستان حفیظ الامین بیادبی که در سرنوشتش بود شاه شجاع بود و کسایی که سالها از برای امریکایی او خود قدر گرفتن کردن. از وقت برنامه ما کاملا به پایان رسید. اگر این گفا و عرفای دیگه هم بود، حبیب صاحب چقدر امکان داره که ما 100% به گفته ممتاز غلام باشیم و هیچ استقلالیت نداشته باشیم با توجه به عرفای اخیر رئیس جمهور، رئیس اجرایه، احزاب، بزرگای احزاب و نمیفهم یک تعداد سیاسون و رئیس جمهور قبلی افغانستان و همچنان
بعضی ها خود در فیسبوک ها امروز انداخته بودن که در تعداد از مساجد و تک یک خانه ها برشان ختم و خیرات و یگپان گرفته شده بود. ببینین اولا خب بله من به این موافق هستم که برای ما از قاسم سلیمانی یک قهرمان افسانوی جور نکنن. ما به صدها چهره ها و شخصیت ها قهرمان های خود ما حدث دادیم. این در نتیجه یک سلسله دسایس پلان های شوم بهترین شخصیت های ما از من رفتن بلی که کسی بر ما تسلیت نگوده. آمدیم در قسمت یک چیز که دینمت یک شرایط اساس زعمای مملکت ما. زعمای مملکت ما ایره به دنیا بفهمانند که تنش بین امریکا و ایران در حال اوج گرفتن است. افغانها باید در نمت یک شرایط فقط و فقط رول میانجیگری را بازی بکنن تا بعد بگویم که ما یاد اقل سلبین باشیم. سلبین هم نه اجازه بده نه سلبین هم این که ما راستی حرف دکتر سر اشرف غنی را تایید میکنم ستایش میکنم ازش که حرف بسیار خوبی گفته و حرف جناب دکتر صاحب عبدالله را هم ستایش میکنم به خاطر از عبدالله برای ملت ایران تسلیت گفته نه برای آقای خامنه ای نه برای رئیس برای وزیر سپاه پاسدارا یا وزیر دفاع ایران و همچنان گفته که هم ملت ایران ملت برادر ماست تسلیت گفته غمرازی کرده و هم امریکا رو شریک بود. آیا جنرال رازی که کشته شده بله. شهید شد نه جنرال رازی شهید شد من گفتم اما مردم افغانستان مستحق از این بوده که باید خیلی بعد من همین گفتم جنرال ها همین گفتم بهترین قهرمان های ما هم افاده میکنه همه مسائل ولی دهنمت یک شرایط اساس خوب است که زعمای ما معتادانه حکیمانه و حکیمانه حرکت کنن معتادانه حرکت کنن عاقلانه حرکت کنن خود اتو درگیر نسازن به خاطر که به ضرر وطن ما امروز هم امریکا در اینجا پایگاه ها داره منافع داره ایرانی ها هم اینجا منافع داره پایگاه داره تشکر فلحاظا من بازم موضوع گیری های دکتر عبدالله را و موضوع گیری دکتر سر اشرفانی را ستایش میکنم بیر ازیت مننه خاقلی محمد یاسین حبیب دی فلا و میری بیداره دی گند مشرا و خاقلی دکتر فضل من الله ممتاز بخانه دیپلومات و سیاس جلتی نوکه کور بدن چی بستم تشریف را رو و کباس کمرا سر ورنه وقت قدر من لیدون کدی تسلیمتی هم نره مننه تربیان پا الله سپارو که چاریم